با چند خبر از عراق اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. به گزارش تلویزیون الغربیه، عشایر الانبار به نیروهای سرکوبگر مالکی 24 ساعت مهلت دادند که به محاصره میدان تحصن رمادی پایان بدهند و تهدید کردند در صورتی که محاصره متحصنین طی مدت مشخص شده برداشته نشود، اقدامات شدید و گسترده‌ای اتخاذ خواهند نمود. به گزارش تلویزیون الرافده، نیروهای سرکوبگر مالکی در رمادی از روز شنبه اقدام به محاصره میدان عزت و شرف در رمادی کردند. رافدین گفت استاندار الانبار احمد الدلیمی در همدستی با نظامیان مالکی به نیروهای پلیس دستور داده است که از ورود آب و غذا برای متحصنین در میدانهای عزت و شرف و همچنین از ترک میدان توسط بیماران برای درمان جلوگیری کنند. رافدین افزود نیروی سرکوبگر مالکی در پلیس الانبار تمامی راههایی را که به میدان تحصن ختم می شود به دستور استاندار الانبار مسدود کردند. شیخ فائز عشاوش رئیس شورای انقلابیون عشایر در رابطه با محاصره میدان به تلویزیون الغربیه گفت میدان تحصن سمبل شرافت مردم استان و عشایر الانبار است و سمبلی برای ایستادگی تا رسیدن به خواسته های من است. به گزارش تلویزیون الرافدین، شبه نظامیان نقابدار با مسلسل و بمب به منزل علامه شیخ عبدالملک السعدی مفتی بزرگ عراق در منطقه صدا در شمال شرقی شهر رمادی حمله کردند. ساکنان این منطقه به آتش مهاجمین پاسخ داده و آنها را متواری کردند. روز شنبه علامه شیخ عبدالملک السعدی طی مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط تصریح کرد دولت مالکی بر اساس دستورالعمل‌های نیروی قدس سپاه پاسداران و سفیر رژیم ایران در بغداد عمل می‌کند و خیلی بهتر از اشغال مستقیم منافع رژیم ایران را تأمین می‌کند. شهر بغداد امروز صبح هدف سلسله‌ای از انفجارهای مرگبار قرار گرفت. به گزارش تلویزیون الجزیره، مناطق متعددی از پایتخت عراق به طور همزمان هدف انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده بودند. در این انفجارها 23 تن کشته و بیش از 85 تن دیگر زخمی شدند. یکی از این مناطق صالحیه نزدیک ساختمان استانداری بغداد در چند صد متری یکی از درهای ورودی منطقه حفاظت شده سبز بغداد بود، محلی که دولت و پارلمان عراق و تعدادی از سفارتخانه‌های خارجی قرار دارند. تلویزیون الجزیره به نقل از مطبوعات عراق اعلام کرد تنها در سال 2013 بیش از 20 هزار خانواده در دو استان دیالی و نینوای عراق به زور کوچ داده شدند. شخصیت‌های ملی و شیوخ عشایر عراق بارها اعلام کردند که کوچ دادن مردم این استان‌ها طرح رژیم ایران برای تغییر بافت جمعیتی آنهاست، طرحی که توسط نیروهای مالکی و شبه نظامیان آن اجرا می شود.